الان فرض کن سمیه امیری به من میگفتش که من فلان اون بک‌گراند کالجی که می‌خواستم پیشاپ کنم، میگم من اینو با چی بزنم؟ میگم هر چیزی دلت می‌خواد. میگفت این گفتم هر چیزی. میگم آخه مگه تکنیک نداره؟ میگم چه تکنیکی داره؟ این تکنیکی داره. من فعلا میخوام این اتفاق الان بیفته، شما داشته باشین، دستتون خالی نباشه. حالا بعد به خاطر چی؟ بخاطر اینکه اینقدر کار چاپ ارزون شده که من فوقش این هست که اشتباه هم کرده باشی که اینو مثلا سه دفعه استفاده کنم ببینم تو بعدیشو میگیره. اما اگر برای مشتری بیاد با تاکید بگه، چون تو مصرف مشتری میدونی برای چی میخوای، اگه داری فیس تو فیس میبینیش یا داری اوردر میگیری، مشتری خودش که میدونه برای چی میخواد، تو توضیحاتت داره میگه آقا چنین چیزی مناسب این نیست که بزنی، مثلا این آوتدور بنر نیست که بزنی، مثلا پشت درتون بزنی و 6 ماه انتظار داشته باشی که رنگش نره. خب اینو بهش میگی و داره مثلا به قول حمید داره میگه آقا من دقیقاً میگه گفتم مثلا ضد آب میخوام، مثلا یو وی داشته باشه پشت پنجره میخوام بزنم، یا هر مصرفی که بر اساس اون به طرف مشتری ما پروداکت معرفی میکنیم. اینا مهمه که در پروداکت سازی مهمه رعایت کنی، اما در چیز مهم نیست، در اینکه فکر کنی که تو به عنوان متخصص بخوای بری اینجوری، چون اگه بخوای همین وقت داری تخصصی حرف بزنی میخوای همین منتقل کنی به مشتری، پس دیگه مشتری حضور تو بین مشتری و پروسس چاپ همه کانسپتش این بود که تو باشی که اون مفهوم چاپ که نمیفهمه تو به زبان ساده بتونی کارو تموم کنی، بعد دوباره همه اینو دوباره براش داری سخت میکنی، دوباره داری براش هی معانی رو پیچیده میکنی، میخواد دوباره همه رو محاسبه کنی که واو چقدر راه قاطی میکنه اصلا. تو باید هر چی میتونی برای مشتری زبونش رو اینقدر ساده بکنی که اصلا مشتری نیاز به تفکر نداشته باشه، نیاز به این داشته باشه که با دیدنها با حرفای مشخص و پوینتی که تو میزنی درجا بفهمه که آقا اون چیزی که دلش می‌خواسته شده یا نشده. چرا؟ چون مصرف آخر کارش رو می‌فهمی. این درباره حالت حرفی که داری می‌زنی خود داره میره سمت لارج فرمت، که حالا درباره لارج فرمت با هم صحبت می‌کنیم. لارج فرمت دنیاش فرق می‌کنه، هدایا هم فرق می‌کنن، دستبندی رو با هم انجام می‌ده. پس ما گفتیم چاپ در سه بخش مختلفه، در سه پروسسش در سه لول انجام میشه، یکی قبل از چاپ، یکی چاپ و یکی بعد از چاپ. اینجوری بگیم راحت تر. سعی میکنیم مورد بروکر خودمون رو درگیر قبل از چاپ به غیر از مقوله دیزاین نکنیم، در خود چاپ هم کنون درگیر نمی کنیم، در از کار دیزاین صاف میدیم در چاپ کنه که همه کارهای قبل از چاپ رو انجام بده، کار چاپ رو هم انجام بده، کار بعد از چاپ رو هم انجام بده و ما کار تحویل بده. ما به عنوان این پروسس چاپه که گفتم قبل از چاپ، چاپ، بعد از چاپ، اما ما به عنوان بروکر باید تمام تلاشونو بکنیم که آقا این حالا دیزاین رو میگیم قبول کنیم که خودمون بکنیم، بعد از دیزاین هر اتفاقی قبل از چاپ انجام بده، چاپ انجام شه، قبل بعد از چاپی ها شامل صحافی و هر کار دیگه که از انجام شه، به ما یه دونه هولو بروتون گلی آقا این محصولی است که باید بری تحویل بده مشتری، به ما اینو بدن. ما باید برسیم به این نقطه به عنوان یه دونه بروکر اسمارت که خودمون رو از اون بخش در بیاریم و وقتمون رو بذاریم در گرفتن مشتری. اون حجمی که میخوای وقت بذاری در این که درگیر پروسس چاپ بشی، وقت بذار در این که کار چیزی رو تموم کنیم، گیر بده به این که مشتری زیاد بگیری. خب پس ما فهمیدیم که پروسس چاپ در سه بخش قبل از چاپ، چاپ و بعد از چاپ. نکته بعدی که درباره این چاپ میدونیم، بخوایم بدونیم، میایم چاپ رو تقسیم میکنیم به سه بخش. میایم چاپ رو میگیم آقا ما سه مدل کار چاپی داریم. یکی اسم رو میذاریم همین چاپ آفست، به قول شما آفست. چاپ افست شامل همین چیزهایی است که روی کاغذ داره چاپ میشه، مثل بیزینس کارت، بروشور، نمیدونم روزنامه ها، مجلات، کتاب، تمام تیپ پوستر، نه همه پوستر ها، بخش از پوستر ها، تراکت ها رو گفتیم، نمیدونم دیگه چی میتونه شامل بشه، پریزنتیشن فولدر ها مثلا، دیگه چی میتونه، بلیت، نمیدونم بلیت هایی که میفروشن، این تقویم ها، اکثریت چیزهای این تیپی، اینا رو همش رو میشه اسمش رو گذاشت تو اون دنیا نرستن. اینا که داریم اینا رفت توی مدل فوتوکوپی و دیجیتال، که حالا اکثر فوتوکوپی ها رفتن دیجیتال شدن، حالا میرسیم به اونا، این مثلا رفت به دستبندی الان رو نه. پس ما یه چیزی داریم تحت عنوان افست یا آفست که داره کارش این است که اینا بیشتر کارهای چاپی رو کاغذ و
چیزایی که ما داریم با چشم همینجوری معمول مثل بیزنس کارت و چیزایی که هی روتین میاد جلو چشمون، تراکت و مجله و کتاب و از این حرفا، اینا همشون اینا در دنیای آفست هستن، همون دنیای کلاسیک سابق که میومد یه کار چاپ، یه کار طراحی شده رو میومدن فیلم و زینک میگرفتن، بعد از فیلم و زینک این میرفت روی خدمت تو هر شبت که بعد از مرحله فیلم و زینک میرفت تو مرحله این که به چاپخونه داده میشد، چاپخونه اینو چاپ میکرد، بعد از چاپ اینو میفرستاد برای صحافی یا روش برنی و یووی اینو بعد زده میشد و این کارها روش انجام میشد و بعد از اینکه این کارها انجام شد این قابل عرضه میشد به مشتری. الان توی این یه دستی بردن و این دستی که توش بردن در این اندازه است که خدمت تو عرض شود که باعث شده که به صورت دیجیتال هم انجام میدن. دیجیتال فرقی که کرده با آفست عملا میشه گفت شما یه جورای فیلم و زینک رو از توش در آورده، یعنی اینکه شما دیگه نگران این نیستی که داری در یک فیلم و زینکی رو تولید بکنی که وقتی اون فیلم و زینک داره تولید میشه، حالا تقریبا داریم حدودی میگیم، حالا نیاز به جزئیاتش اینقدر وجود نداره، ولی به این شکل نیستش که حالا فیلم و زینک خاصی ایجاد بشه برای تو و نگران این باشی که با این فیلم و زینک باید باشه. همیشه با فیلم و زینک محدودیت چاپ هم داشتی، یعنی مثلا 50,000 تا 30,000 تا 20,000 تا میزدی زینک از بین میرفت، کوالیتیش خراب میشد، مجبور میشد زینک تو عوض کنی برای تیراژ بالاتر، بعد همیشه اصلا دو سه تا زینک میزدی برای که تیراژت خیلی بالا بود، یعنی چندین زینک بعد میزدی چون هر بار کوالیتیش از بین میرفت و زینک جدید بعد تولید میکردی. عملا این بخش از بین رفت، به اضافه اینکه این کمک کرده سیستم دیجیتال به تیراژ رو نجات داده. یعنی ما همیشه یه موزری که در سیستم چاپ بود این بود که آقا شما نمیتونستی بگی آقا 1,000 تا بزنیم یا مثلا 3,000 تا بزنیم، همیشه مجبور بودی شما پول 5,000 تا رو بدی برای چاپ و داشتی پول 5,000 تا رو میدادی، یعنی مثلا به تو 100 تا میخواستی همون پول 5,000 تا رو ازت میگرفتن، فرق نمیکرد. دیجیتال الان مسئله کوانتیتی هم یعنی تیراژ هم تقریبا توش از بین رفته، ولی به هر حال دنیاش تیپ کار همون آفست و دنیای آفست. تو دنیای آفست یه نکته دیگه که باید بدونیم این است که تقریبا تمام ماشین ها رو میشه به دو قسمت تقسیم کرد، اونم این است که ماشین های رول و ماشین های شیت. ماشین های رول از اسمش معلومه، رول خیلی از روزنامه ها اونا با اونا داره چاپ میشه، رول هم داره میره تو ماشین و رول کاغذه که داره میره تو اینا تنظیم شده میره. شیت شیته دیگه، ابعاد داره، بریده شده است، کاغذ بریده شده است که اینجوری گذاشته میشه تو دستگاه 50% تا 100% که تو ایران مطرح بود و اینا میرفت برای اینکه چاپ بشه تو اونجا. پس دو مدل هم ماشین وجود داره. دلیلی که ما این مشخصات رو باید بدونیم تو همین جا اینقدر کلی، دلیلش این است که خیلی از کارها داره میره در رول چاپ بشه. مثلا فرض کن یه سفارش کار یک کاتالوگی رو میگیرید که قراره در تیراژهای خیلی وسیع و بزرگ چاپ بشه و براتون به صرفه نیست که بیاید اینو شیت بزنید، به صرفه است که اینو باید روی رول بزنید. اگر همه شرایطش در فضایی که در زندگی میکنید، تو جغرافیایی که تو زندگی میکنید، اگر همه چیش فراهم باشه، بهتره که این اتفاق بیفته در اونجا و بره رول انجام شه. رول به درد تیراژهای بالا میخوره، یعنی یکی از فرقاش، یکی از چیزایی که دربارش باید بدونیم این است که رول به درد تیراژهای بالا میخوره، در تیراژهای کوچیک توجیه نداره. و اینکه چه تیپ محصولایی باش میزنن، اکثرا روزنامه ها و هفته نامه ها و کاتالوگ های پر تیراژ پر مصرفی رو شروع میکنن با این رول ها زدن. مثلا فرض کن راهنمای دستگاهی که مثلا باید 100,000 تا 200,000 تا روش چاپ بشه، خب این به صرفه است که اصلا هم به صرفه است، همین که درسته که بره با رول چاپ شه، وگرنه روتین کارهای چاپی داره با چاپ شیت انجام میشه، یعنی کاغذای برش خورده. پوستر نه، بخاطر این پوستر تیراژش اینقدر نیست که بیارزه، نه اتفاقا پوستر یک صفحه است
ماشینای رول ماشینایی هستن که طوری تنظیم شدن که تو خودشون هم تا میکنه، یه عالمه کارهای اتفاقات دیگه هم میفته به خصوص الان. برای همینه که یه پوستر یه صفحه‌ای اصلا به صرفه نیست که شما برداری و این همه کارو چیز کنی، این همه برایش وقت بذاری. ولی آره برش و اینا که هم میکنی، ولی با این حال برای پوستر به صرفه نیست. اما پوسترهای انتخاباتی هم که داری میگی، بعضی وقتا این کارا شاید بشه، شاید بسته این حجم اون تیراژ داره و اینکه اون ماشین چارتون عملا داره چندین و از همونو چندین کپی میکنه و اون چندین کپی که تو شیت افتاده شیت دیگه، شیت بزرگه، عملا اونم رول هم یه شیت بزرگه که اون شیت تکلیفش روشن شده چندین صفحه است، میارزه که آخرش بره زده بشه. ولی اصولا اونا با حتی پوسترها هم حتی خیلی کم میارزه که دیگه مگه چقدر باید تیراژ بالا باشه، اینا واقعا نمیذاره. بعد این گروه آفست. گروه دوم گروه پرطرفدار امروزه که خیلی طرفدار عظیمی پیدا کرده و حتی اگر یه جورای مصارف آفست هی کمتر و کمتر بشود، که به هر حال ممکنه بشه در طول زمان به خاطر کم مصرف شدن مجلات کاغذی، کتاب و و خیلی چیزای دیگه، حتی کاتالوگ و فلان حرفا، هی مصارف اونا ممکنه در طول زمان آینده کمتر بشه، مصرف لارج فرمت یا ابعاد بزرگ، من نمیدونم اسم دیگه کار میریدم، در هی داره بیشتر و بیشتر میشه و کمتر که نمیشه هیچی، هی داره بهش اضافه میشه. دلیلش هم این است که یه مسئله‌ای که داره توی این اتفاق میفته این است که شما داره براش روش‌های بهتری پیدا میشه و داره در جاهای خوبی استفاده میشه. مثلا همین به شما گفتم، مثلا شما میتونی کاغذ دیواری های خونت رو کنی، خب این یه براش ایجاد مصرف پیدا شده. تا دیروز کاغذ دیواری شما هیچ چا آپشنی نداشتی جز اینکه بری بخری، ولی الان میتونی فکر کنی که بخشی از خونت رو با این کاغذ دیواری کنی، از لارج فرمت ها استفاده کنی. تا دیروز کسی به این فکر نمیکرد که توی چیز توی عروسی شما میتونید تمام رومیزیاتون رو عکس عروس داماد بزنید. کی به این فکر میکرد که همچی کاری میشه کرد؟ الان یه آیدیایی است که ما داریم خیلی روش کار میکنیم که یعنی تو همین مقوله هم دارم به همه میگم که تمام اصلا تخصصی که بهتون کار میگفتم کار کنید. یکی همین الان بره دنیای چاپ، فقط بحث چیزی که به عروسی رفت داره انجام بده، اونم لارج فرمت فقط، نه چیزای دیگه. اینقدر میتونه به اینا آپشن بده که اصلا کلا وقت نمیکنه کار دیگه ای بکنه. بسیار هم پرسوده. آقا این رومیزی که داری میزه، رومیزه همون تالاری که داری میری، میتونی برداری آقا مثلا عکس در استفاده بذاری، نمیدونم توی بک‌گراند اون جایی که اون بخش خواننده ها و ماننده ها اینا میان تو عروسی ها میخونن، یا همونجایی که عروس داماد میشینن پشت شیشه، خیلی عکس جالبی رو از این قبلا میرن میگیرن در عروس داماد ها، اونا رو آماده کردی برای بک‌گراند. خب اصلا اینا چیزاییست که اصلا محصول، یعنی استفاده های جدیدیست که برای لارج فرمت ایجاد شده. برای همینه که لارج فرمت الان خیلی پاپیولاره و روز به روز هم داره پاپیولاریتیش بیشتر میشه. جالبه که دوباره اینجا هم بحث رول و شیت وجود داره، ولی بهش میگن ریجید. شیت بهش میگن ریجید، RIGID، و به صورت شیت و رولش هم که رول بیشتر بنرها و اینا رو به صورت رول بنر چاپ میکنن، ها رو کاغذش هم هست، ولی بیشتر بنر دارن رول میزنن. بله، یکی از جذابیت های لارج فرمت این است که شما هی میتونی وقتی میشینی فکر کنی هی کریتیویتی از توش بیاد بیرون و یه عالمه کار باش میتونی بکنی. همین الان با ماشین های کاتر مخصوصی برای لارج فرمت اومده که شما کارهایی باید میتونی بکنی که اصلا کلن به فکر میدازد که اصلا یه میتونی یه لاین جدید را بندازی. مثلا همین الان احتمالا ممکنه که این کاترها تو ایران اومده باشه که شما میتونی جعبه رو دیزاین کنی. شما در دنیای جعبه سازی خیلی دنیای عظیم و گرونیه. وقتی شما یه جعبه رو دیزاین میکردی خاص باشه، این جعبه اصلا شما هیچ چاره ای نداری جز اینکه ازش باید ده ها هزار تا یا 5-6 هزار تا ده ها هزار تا بزنی تا به صرفش اصلا اون جعبه رو بزنی، به خاطر اون قالب سازی هاش و اون چیزای که بعد برای برشش و فلان اینا سازی میشه. الان با این دستگاه برش جدید که میره میخونه سفر رو، خب
شما هر چیزی رو میتونید دیزاین بهش بدید تو یه شیتی که افتاده اونجا، حالا شیت هر جنسی میخواد باشه، اون شیتی که چاپ کردی از حالا تازه میتونه هر متریالی هم باشه چاپ کردی، اینو میبره به شما تحویل میده، عدل یه شیت 20 تا جعبه درنده، شما 20 تا مصرف دارید. اینجوری میشه که شما میتونید یه دونه مشتری خیلی خاص داشته باشی و بهشون قیمتای فرازمینی هم پول بگیری بابتش و روش کار بکنید. اون قالب تیغ که داره میگه دیگه اینا این وسط وجود نداره با این ابزارهای جدید که در لارج فرمت اومده. پس لارج فرمت یک بحثی داره که آینده بسیار گسترده‌ای برای خودش وجود داره براش و دوباره شما فقط دردی که بدونید به درد شما این مصرف به عنوان بروکر نداره، فقط بخاطر اینکه جنرال انفورمیشن داشته باشید، مفاهیم بدونید، همینقدر بدونید که رول و شیت یا همون ریجید وجود داره که یعنی باید به صورت شیت باشه اون متریالی که میره برای چاپ، یعنی که رول باشه بره رول شه. تو ریجید شما دستت خیلی بازه، مثلا یکی از کارهای دیگه که میکنن الان تو دکوراسیون خونه‌ها خیلی به کار میره، یعنی میتونه یه بازار بزرگی باشه، در خونه رو میشه چاپ کرد، در اتاق‌ها رو شما میتونی برداری بذاری رو دستگاه و دستگاه اینو چاپ کنه روش. میدونی یعنی چی اصلا؟ یعنی چه تحولی اصلا، یعنی چه داستانی میتونه در دکور خونه ایجاد بکنه که شما به جایی که بیای برچسب بزنی و بخوای روش بزنی، یه در خونه رو بخوای روش مثلا یه در یا هر چیزی رو بخوای روش برچسب چاپ کنی بزنی، ممکنه هوا بیفته توش خوب در نیاد، کل در رو میذارن تو اونجا و نه با استیکر نمیزنی، استیکر نیاز نداری، اینو میدی به میذاره تو ماشین و رو خودش چاپ میکنه، رو این چاپ میکنه به خاطر اینکه این فاصله وجود داره بین خود در خونه رو بالا خود در رو میذارن تو دستگاه و چاپ میکنه و اصلا استیکری وجود نداره که و این اصلا یک حالا دستگاهش هست اونجا، تمام دستگاهش اونجا وجود داره و اینقدر بازار برای اینا وجود داره که شما به صرفه است که تخصصی کار کنی، یعنی بری با تمام کسایی که دم در خونه ها رو بزنی بگی دوست داری که حالا مثلا در خونه بیرونیتون رو که میتونه عوض بکنه، در تویش مثلا یه در